سلام، شما بیننده برنامه برداشت هستین. امیدوارم حالتون خوب باشه و ویروس کرونا از شما و عزیزانتون به دور باشه. البته با رعایت نکات اولیه بهداشتی قطعاً از این ویروس عبور میکنیم. در برداشت امروز از تأثیر کرونا بر سینما قراره براتون بگیم و شما رو با 10 فیلمی آشنا خواهیم کرد که با حال و روز امروزمون بیگانه نیستش. سانسور در خوب بجلف 2 رو با هم میبینیم. شوالیه شدن شهاب حسینی رو قراره بهش تبریک بگیم و اظهار نظر دو داور جشنواره فجر رو درباره داوری ها هم قراره بشنویم و در پایان هم کنایه مهران مدیری به سحر قریشی و مهدی طارمی رو با هم میبینیم. هفته گذشته ملکه رنجبر، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، در سن 81 سالگی دیده از جهان فروب است. خانم رنجبر سالها بود به دلیل بیماری از فضای کار هنری فاصله گرفته بود. وی یک سال پایانی عمرش رو با بیماری دست و پنجه نرم می کرد و روز 8 اسفند ماه دار فانی را ودا گفت. تقریبا 2 هفته میشه که کرونا سر و کلش تو ایران پیدا شده. تقریبا همه با اقدامات صورت گرفته برای کنترل ویروس کرونا آشنا هستین. یکی از کارهایی که دولت برای کنترل شیوع این بیماری گرفته، تعطیلی سینماها و تماشاخانه هاست. با اعلام وزارت ارشاد همه سینماها تا روز 16 اسفند تعطیل خواهند بود. این تاریخ ممکنه تغییر بکنه و به روزهای تعطیلی افزوده بشه. اگر از ترس کرونا در خونه موندین و خودتون رو قرنطینه کردین، شاید بد نباشه با 10 فیلمی آشنا بشین که با حال و روز امروزمون بیگانه نیست. فیلم هایی که با محوریت شیوع ویروس ساخته میشن شاید گاهی ترسناکترین فیلم های تاریخ سینما شدن. هر فیلم ترسناک خوشساختی به یک نوع شخصیت شرور نیازمنده، چه این شخصیت یک هیولای وحشتناک باشه که میخواد هدفش رو نابود کنه، چه روحی شیطانی باشه که بخواد به شخصیت اول فیلم حمله کنه. اما در بعضی از فیلم ها عنصر ترسناک شیوع ویروسی مرگبار است که در جامعه گسترش پیدا میکنه. فیلم هایی که بر این پایه ساخته شدن به این علت که احتمال به حقیقت پیوستنشان وجود داره ترسناک به نظر میرسن. یکی از فیلم هایی که به خاطر ویروس کرونا اکرانش به تعویق افتاد فیلم سینمایی خوب بجلف 2 هستش. این فیلم به کارگردانی پیمان قاسمخانی در جشنواره فیلم فجر هم حاضر بود. قاسمخانی در نشست رسانه‌ای این فیلم از سانسور نقش گوهر خیراندیش در این فیلم گفته بود و حالا ستاره پسیانی بازیگر این فیلم هم در مصاحبه ای از سانسور شدید نقشش در خوب بجلف 2 گفته. خانم پسیانی گفته حتی اسمش رو هم توی فیلم تغییر دادن. شهاب حسینی مدال شوالیه گرفت. حسینی که به خاطر اظهار نظرهاش در جشنواره فیلم فجر حسابی گرد و خاک کرده بود و خیلی ها تو سینما باهاش بد شده بودند، با حضور در سفارت فرانسه نشان شوالیه گرفت. مدال شوالیه هر ساله از سوی دولت فرانسه به هنرمندانی که در توسعه هنر نقش فعالی داشته باشن اهدا میشه. پیش از شهاب حسینی چند هنرمند دیگه ایرانی از جمله اصغر فرهادی این مدال رو گرفته بودند و بعضی های دیگه هم مثل حسین علیزاده آهنگساز مشهور از پذیرفتن اون خودداری کرده بودند. مازیار میری و فریدون جیرانی، دو نفر از داورهای جشنواره 38 فیلم فجر، از اشتباهاتشون در این دوره در خصوص داوری ها گفتند. به گفته این دو داور جشنواره، عدم نامزدی جواد عزتی و هادی حجازی‌فر برای سیمرغ نقش اول مرد جزو اشتباهات داوری جشنواره 38 بوده. البته میری و جیرانی گفتن این کار دلیلی داره که نمیتونن بگن.
انتخاب نشدن جواد عزتی برای نامزدی بهترین بازیگر مرد برای بازی در شنای پروانه و همچنین ندادن سیمرغ بهترین بازیگر مکمل به وی برای بازی در فیلم آتابای یکی از حواشی جدی جشنواره فیلم فجر بود. انتشار عکس‌های خصوصی مهدی طارمی و سحر قریشی در فضای مجازی، همچنین اعلام مشکلات مالی بین این دو نفر، حسابی این هفته در فضای مجازی سر و صدا به پا کرد. این خبرسازی حتی به تلویزیون هم رسید. مهران مدیری که این شبها با دورهمی در شبکه نسیم اجرای برنامه داره، با اشاره به عکس‌های دو نفره قریشی و طارمی به کنایه به این دو نفر گفت: لطفاً تا قبل از رسمی شدن ماجرا آتلیه نرین. یا حالا اگرم میرین توی عکس‌ها وضعیت دندونای همدیگر رو بررسی نکنین، حالا چه کاریه؟ خب در بخش نقد و تحلیل این هفتمون افتخار میزبانی از کیوان امجدیان عزیز رو داریم. سلام، خیلی خوش اومدی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه. زنده باشی کیوان جان. می‌بینم که موارد بهداشتی هم رعایت کردی، دستکش و اینا. آقا ما تو بخش اول برنامه از 10 فیلم سینمایی در دنیا گفتیم که با حال و روز امروزمون بیگانه نیست. می‌خوام ببینیم تو کشور خودمون هم فیلم‌هایی در این باب داریم یا نه. این واقعیتش اینه که ما با وجود اینکه جشنواره‌ای داریم به نام جشنواره سلامت، چند دورش هم برگزار شد، کلی هم هزینه شد بابتش، ولی عملا فیلم خاصی نداریم. ما کلا تا اونجایی که خاطرم هست 2 تا فیلم بیشتر نداریم که درباره، تازه اون هم آلودگی هوا ساخته شده. یه فیلم وارونگی که 2-3 سال پیش بود بهنام بهزادی ساخت درباره وارونگی هوا و یک فیلم دیگه 22-23 سال پیش مرحوم نادر ابراهیمی ساخت با نام روزی که هوا ایستاد که اصلا هم اکران نشد. عجب. و عملا هم هیچ ربطی به جشنواره سلامت البته نداشتن، دغدغه‌های شخصیشون بود که این فیلم ها رو ساختن و دیگه هیچی نداشتیم. یعنی ما با وجود اینکه لازمه و فکر میکنم حتی هشدار داد، حتی ما در حوزه فیلم مستند و اینها کم کار کردیم درباره این حوزه ها، نه تنها فیلم سینمایی، درباره حوزه های قالب های دیگه اما خیلی کم کار کردیم. و یه موقع هایی مثل الان که تازه در واقع این موضوعات حساس میشه، تازه میفهمیم که چقدر فقر داریم توی این حوزه ها، فقر فرهنگی و در واقع فقری که ناشی از نبود محصولات هست. دقیقاً. و حالا این ایام که خیلی ها درگیر ویروس کرونا هستن، جشنواره برلین هم در حال برگزاری بود. بله. که من فکر کنم از ایران هم نماینده داشتیم. بله. برامون بیشتر توضیح میدین؟ جشنواره برلین یه جشنواره کاملا سیاسیه. آها. یعنی این که ما بگیم جشنواره دیگر سیاسی نیستند که غلط، هر جشنواره امکان نداره که سیاست توش دخیل نباشه، ولی جشنواره برلین جشنواره ایه که در واقع بعد سیاسیش خیلی پررنگ تره و معمولا سعی میکنن که در مواجهه با بعضی کشورها از جمله ایران برن سراغ مثلا آدمایی که مشکل سیاسی داشتن، مشکل نمیدونم، و در واقع اونها رو سعی بکنن پررنگ بکنن و به اونها بپردازن. امسال جشنواره برلین از ایران هم یک کاروانی رفته که همیشه محل بحث و سوال بوده سالیان سال که اینها چجوری دارن میرن، با چه رانتی دارن میرن، بر اساس چه امتیازاتی دارن میرن. یه گروهی که هر سال میرن، بعضی هاشون رسانه، بعضی هاشون مدیرای سینمایی، و جشنواره که تموم میشه، جشنواره فیلم فجر که تموم میشه، حالا یه تعبیری هست میگن پولای جشنواره رو میگیرن و میرن برلین. که آره واقعا هیچ کارکردی هم تقریبا نداره. یکی از رسانه‌ها عکس قرفه ایران رو گذاشته بود که پرنده پر نمیزد اونجا و یه قرفه خالی، یکی دو نفر بودن که فقط داشتن با گوشی‌هاشون بازی میکردن و نوشته بود که این حال و روز همه ساعت‌های قرف هست و با کلی هزینه، و که حالا هزینه هاشو شما حساب بکنی یک سیاهه بلند بالایی میشه تو این شرایط. یک گروهی میرن آلمان و جالب اینجاست که از خیلی هاشون هم که میپرسی میگن نه من با هزینه شخصی رفتم. حالا نمیدونم اینا انقدر
ثروتمندن که چجوری میتونن بازین شخصی برن، ولی خود دیگه همه میدونن که با هزینه دولتی و از پول مردمه. امیدوارم که یه ذره هدفمند بشه، یه قدری حضور در جشنواره ها با نظم بیشتری، درست‌تر، منطقی‌تر و به قصد به نتیجه رسیدن انجام بشه. اگر قرار باشه فقط گردش و تفریح باشه که خب بگن آقا تور تفریحی مثلا ما داریم، نوبتی هم میدیم، آقا هر کسی یه نوبتی یا هر کی کار خوبی کرد میفرستیمش، اگر هم قراره واقعا به نتیجه‌ای برسه که با رایش این نیست، این بیشتر تور تفریحیه. مرسی کیوان جان، مرسی از این که مثل همیشه صریح و شفاف صحبتت انجام دادی. سپاس، ممنونم از شما. از این که در برداشت این هفته هم نگاه‌های گرمتون رو به ما هدیه دادین بی‌نهایت سپاسگزارم. مراقب سلامتیتون باشین تا برداشتی دیگر. خدا نگهدار.